بعد از ایجاد رانش که همینطور که میبینید در قسمت های ضلع شرقی سد حسین آباد حدود 200 خانوار خسارت 100% دیدن، که از این 200 خانوار در مرحله اولی که واگذاری زمین انجام شد طولوش 14 هکتار از طرف زمینشناسی زمین آزادسازی شد و 100 خانوار بهشون زمین تعلق گرفت. طی 2 سالی که از زمان رانش ها رد میشه هلوش این 100 خانوار 50% تونستن خونه ها رو به صورت نیمه کاره در بیارن و مابقی همچنان مانده. بعد از این 100 خانوار فاز بعدی هلوش 18 هکتار دست شورا آمد که با تفاهمی که با سازمین ها انجام شد 100 خانوار دیگه به این خانوار اضافه شد و امسال این زمین ها دستشون آمد و شروع به ساخت کردن که حدوداً 20 روز تا 30 روز از اول سال میشه که پرونده سازی شده و هیچ گونه اقدامی هنوز از طرف بنیاد مسکن انجام نشده تا الان. شهرک حدود 30 هکتار در بالادست روستا به خسارت دیده زمین واگذار شده، هلوش 30 هکتار است و اندازه کفاف اون متقاضیان زمین خراب شده رو نمی کنه. همین ساختمون مال ما هست، همین ساختمون ما 10 سال نشستیم. الان باور کن یعنی بهتری ساختمون خراب شده. بکنم ببین ما با این وضعیت اومدیم اینجا، رفتیم جای دیگر بزیم نمیشه، گفتیم بیایم همینجا بشینیم. علی رو سرمارم ریخ ریخ دیگر مجبوریم اینجا بشینیم. با یه سال دو سال که کار ما درست نمیشه. الان بالا جاخانه دادن ما رو خب مثلا درست کردیم با 200 میلیون و با همه ترکتر درست کردیم. همسال دیگه هیچ کاری نتنیسیم کنیم، دیگه چی نداریم. ما سایت 64 هکتاری از همون روز اول واسه روسا دیده بودن که متاسفانه هنوز نصف اون 64 هکتاری آزاد نشده و همچنان ما متقاضی هستیم که بتونیم حدود 30 هکتار دیگه به ما تعلق بگیره که بتونیم به کسایی که تو قسمت نارنجی و قرمز هستن و هنوز زمین بهشون تعلق نگرفته بتونیم به اونا رو هم زمین بدیم. مور بهار الان 2 سال امسال بهار جو ما بدادن، الان نیم دن متر نکردن به ما ندادن. حالا رفتیم پرونده سازی کردیم، پرونده سازی ما رو نمیان یک کار میکنن. امروز دوباره برد میفته بخواد چه خواب بسر کنی یا این زندگی ما رو نگاه کن. 8 سر 9 سر کلفت نمیتونیم درست کنیم نه چی. پنجره رو بکنیم همشان هم دن بدیدند و همیدی بگاشتیم الان عیبت ما مرشیم. اگر دست تو یک کار میاد درباره ما کنیم، اگر هم نمیاد تو هم تا بمیریم و دو باشیم. الان بعد 2 سال این خانه هم تو تراک میخوره، من این خانه رو ما زندگی میکنیم. الان مگر رانش بستیده؟ نه بازم همین سرصداش در خانه. بعد از 2 سال بازم الان تراک بخوردم خانه رو. اصلا نیم در تمام منطقه ای که خانه مثل خانه ما از بین رفت بودن اون همه پای کار گرفتن. چرا نمیان این شهرک زیرکشی نمکنن اسپارت نمرزن یا درست نمکنن یا خبر نمیگیرن اینا چه درست میشن؟
زندگی مال ما تخریب شده، مال برادران، مال این همسادا همه تخریب رفتن. دوربر دیگیست خانوار اینجا همه تخریب رفتن، همه بیچاره شدن، همه مال گسپند شدن از بیر رفتن. من خودم 200 تا گسپند داشتم، ماندن ها 40 تا گسپند، 50 تا گسپند. بر اثر جا علوفه نداریم، جا دام نگهدار کنیم نداریم، جا کشاورزی نداریم. آیا خانمایه، این خانمایه، خانم امینه، ما زمان 3 سال توی زندگی میکنیم، هیچ کس نیامد نگفت که شما این خانه شما رو چی رفتی؟ نمیخواستم بیان بررسی کنن اطراف قبر قضایی رو، این خانه ما رو چی شد خراب شدن؟ نمیخواستم بیان بررسی کنن، نمیخواست بیان بگن که این خانه بر اثر چی تخریب رفتن؟ این خانه یکی دوربر 400 سال اینجا مردم زندگی میکنن، نمیخواه این استاندار یه سر بزنه بگه که این شرک چرا درست نمیشه؟ سه ساله بچه درست نمیشه؟ چرا درست نمیشه؟ سه ساله همه چی دست میزنی خودشان بیا به جای ما یه شب همینجا زندگی کنن، ما یه چی تشویقی رو هم بدیم بشانه. خونه ها همه برای شما هست، مال خودمون، مال همه دوتام شوهرم، مال خودم، خودمم 3 سال گالی کشت میدم، حالا یک خانه بلوکی درست کردم هم دارم، نه آب دارم، نه برق، نه گاز، دولت هیچی خودش ندارم، شوهرم نم قطعه نخواهی، با اول فرق 28 سال قطعه نخواهی نصد نصدی، همه خانه ما خراب شده، من همه خانه بلوکی ماشینی، خانه ما همه خراب شده، خانه ما همه خراب شده، هم بچه هم دوتا هم خودم ستا سه سال الانه سه سال تو امینا بشینید در مده چون ما همین همی حیات برای پیدا نشه نا این آب گرم کن الان اصلا ما آب گرم کن بگیر نا متقاضیانی که خانه رو از دست دادن و همچنان آسیب‌های اون رو می‌بینن، هلوش 200 خانوارن که 100 خانوار قبلا زمین بهشون تعلق گرفته و ساخت سازشون رو شروع کردن و 100 خانوار دیگه تازه امسال زمین‌ها رو گرفتن، ولی هنوز هیچ اقدامی از طرف بنیاد مسکن یا فرمانداری یا مدیریت بحران واسه اینا هیچ گونه اقدامی انجام نشده و منتظر این بلاعوضا و کمک های این ارگان ها هستن. ما هم طی نامنگاری هایی که با مسئولین داشتیم تقاضا کردیم، ولی روند خیلی کند است و کسی از مسئولین فعلا جوابگوی مردم نیست. همچنان که میدونید با گذشت حدود 2 سال از رانش های حسین آباد، مردم جوابشون رو هنوز بابت این رانش ها که مقصر اصلی کیست پیدا نکردن. ما شورا هم که هرچی نامه زدیم به آب منطقی، به مسئولین بالا تو استانداری، فرمانداری که آقا این بالاخره یه نفر باید پیدا بشه که جوابگوی ما باشه، متاسفانه کسی پیدا نشد و جواب نامه ها ما رو ندادن.